محمود بچه میخواد، اما همسرش برای حفظ زیبایی به خواسته شوهرش تن نمیده. محمود بر اثر اتفاقی عقیم میشه و برای معالجه به اروپا میره و بعد از برگشت متوجه میشه که همسرش رو به گروگان گرفتن. بخشایی از فیلم نقص فنی رو با هم تماشا میکنیم. شنید دکتر چی گفت؟ بازم نمیذاری به چه سفارش بدم؟ محمود جون به خدا من بچه دوست دارم اما میترسم. خود همین بابامم چند دفعه بهم گفت هر وقت شوهر کردی مبادا بچه دار بشی و الا مثل مادرت میمیری. بابات غلط کرده است. اگه مادر خدا بیامرزت مرحوم شده است تقصیر بیورزگی بابات بوده است، چون بابات نمیدونسته بچه چجوری باید عمل بیاره. اما من استام. به خدا من وقتی بفهمم بچه‌م داره تو این شکمت لول می‌خوره فوراً میریم فرنگستون، تا وقتی بچه به دنیا نیامده و سلامتی تو تضمین نشده است بر نمیگردیم. جیره جون هنوزم داری فکر میکنی؟ تو رو خدا اجازه بده همین حالا خونمون رو سوت و کوری در بیاریم. به خدا دارم برای نینی هلاک میشم و اجازه بده سفارش بدم. خیلی خوب، به خاطر تو اگرم بمیرم مهم نیست. الهی من بمیرم پس راضی شدی؟ آره اما باشه شب مرد شوری شب رو ببره. باز گفت شب. من الان خیلی سر حالم. محمود جون الان رنگت پریده. آخه من میترسم بچه‌مون کم رنگ بشه. قصه اونو نخور. پسر جوانی که تو خانواده مرفعی زندگی میکنه وقتی پدر و مادرش رو تو مرحله جدایی میبینه با یه سلسله ماجرا ترتیبی میده که اونا اختلافاتشون رو فراموش کنن و زندگی تازه‌ای رو در کنار هم شروع کنن. بخشهایی از فیلم عروسک پشت پرده رو با هم تماشا میکنیم. چرا نمیشینی؟ مشروب نریز، من حالم خوب نیست. بخور عزیزم بخور. نه نه نمی کنم. چرا؟ محض ایقاف؟ یعنی چی؟ تازگی عده جوانی یاد گرفتم. خب من رفتم دیگه، من فکر میکنم دیدن نلازه. چی میگی؟ مگه دیوونه شدی؟ نه دیوونه نشدم. پس چی؟ حتما زیرتر بلند شدی. آقه جوانه؟ آقه پول داره؟ همه چی که با پول نمیشه خقی. برو تو هم امروز مسخرگیت گل کرده. بخور عزیزم بخور. بخور. این بچه های پدر سوخته تو کوچه دارن سوت میزنن. بخور. نه اصرار نلازم نمی کنم. بلم کن. آقا جونم چرا یه دفعه اینجوری شدی تو؟ بلم کن. بذار برم. کجا میری؟ به تو مقبود نیست آقوبا. چی آقوبا؟ رو دیوونه شدی؟ نه تازه من امروز عاقل شدم. لازم تازه خل شدی. نه به تو مقبود نیست. خدافز آقوبا، من دیگه تو دوست ندازم. خدافز. احمد و دوستش تو فیلم شوهر جونم عاشق شده سازنده ی فیلم های تبلیغاتی هن. این دو نفر برای یافتن سوژه چند شب و روز رو تو محل کارشون به مشورت میگذرونن. حالا زناشون که به غیبت شوهرشون مشکوک شدن خودشون رو شبیه دوتا بازیگر خارجی در میارن و به محل کار شوهرشون میرن. شوهر جونم عاشق شده یه فیلم کمدی دیگه به کارگردانی نصرت الله وحدته. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. مرسی. خودتیس کی؟ هرچی فرصدی خودتی رو جد آبادیس. مریم جون فکر نمی کنی شوهرامون کم کم به ما مشکوک بشن؟ چطور؟ آخه هر روز بریم از خونه میریم بیرون، نه میتونیم غذا برشون تهیه کنیم نه به خونه برسیم. ممکنه یه وقت ماشمون باز بشه ها. من یه فکری کردم که اگه عملی بشه میتونیم حسابی پدر صاحب بچه این دوتا شوهر رو در بیاریم. چه فکری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. میگم لباسه ای تو خیلی خیسه. جواب زنانه رو چی میدی؟ یه خود خوش شدت. من بلدم چی شو بگم. تو خود مواظب باش خیت نکنی. خدا خودم بود. سلام عزیزم. سلام عزیزم، چه عجب امروز زود اومدی. بده بذارم اونجا. بیا. چرا لباسات خیسه؟ امروز تو سرده کرد صحنه قایقرون داشتیم برای 2 دقیقه فیلم تبلیغاتی. نزدیک بود جون خودم بذارم روش. خیلی صحنه مشکلی بود. چه صحنه ای بود؟ صحنه بود که باید قایق بلند بشه و یهو سرتا بشه، اما یهو قایق چپه شد و با سر رفتیم تا دریاچه. لا اله الا الله، تقصیر کی بود؟ تقصیر اون بود که پشت قایق نشسته بود با سر رفت تا دریاچه. ای وای خدا مرگم بده. غرق شدی مردی؟ نه بابا زود نجاتمون دادن. چه بعد؟ چی؟ هیچی. خب الحمدلله که فدای دختر فرنگی ها نشدی. باز شروع کردی؟ خب تمامش کردم. نهار چی خوردی؟ به مرگ تو یه نصف ساندویچ مونده. بمیرم برات الهی. به مرگ ماهی جونت و جانت جونه. با
باز جاسوس کار خودش کرده. توی فیلم لج و لج بازی، رحمت با بازی نصرت الله وحدت راننده است و همسرش عفت با بازی ژاله کریمی با کارش مخالفه. این مخالفت هم کارشونو به دعوا میکشونه تا اینکه داشقلام برادر عفت آشتیشون میده. رحمت رانندگی یه زن جوون به اسم فیروزه رو قبول میکنه و صمدم با خبرچینیاش از نو رابطه این زن و شوهر رو به هم میزنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. آقا رحمت سلام. سلام سلطان خانم، تو اومدی اینجا چیکار؟ بیچاره چیکارشون کردی؟ بچه ها حالشون خوبه، ننه صمد گذاشتم پیششون، فقط اومدم بگم که باید مواظب خودت باشی. مگه چی تو شده؟ آقا رحمت جونت در خطره، باید خودتو قایم کنی. مگه من شغلم خودم قایم کنم؟ آخه چی تو شده؟ آخه چه جوری بهت بگم؟ داش غلام برادر زن تو بعضیو پرش کردن که تو و فیروزه خانم با هم رابطه دارین. اونم امروز فردا با چاقو میخواد بیاد سراغت. اول تو رو بکشه بعدم خانومو. داش غلام با چاقو؟ اون هزار تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره. اما این دفعه خیلی جدیه. نه ترس سر خانم، یه خورده گوشتم که داری آب میشه. تو فعلا ما پیش خانم که تنها نباشه، منم برم شهر یه خورده خرت و پرت بخرم برگردم. خلاصه خیلی مواظب خودت باش، از من گفتم. از منم نشنیدن. نه ترس بادم جون، به ما آفت نداره. برو من الان میام. فیلم مشکل آقای اعتماد با بازی منوچهر وثوق و نصرت الله وحدت محصول سال 1356. اعتماد با صدور چکای بی‌محل تحت تعقیب طلبکاراش قرار میگیره. از طرفی منوچهر که به قصد دزدی به خونه اعتماد میره، با اعتماد دوست میشه و در نقش پسر اعتماد از اون مقابل طلبکارهاش حمایت میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. سلام قزاد عزیزم، بعد از بشم الهی آبه کرمت که یادازی گفتم خیلی میگونی بزن خجالت بکش. مگه تو خوار مادر نداری که می دختر مردم اینجوری ماچ میکنی؟ مگه شما خوارزاده من ژاله نیستی؟ او نه دایی جان، شما عوض شد. ببخشید من قاطی کردم. خوارزاده ببخشید عوض شد. سلام قربونو بگانم بدت بشم. کسی یه دفعه دیگه به عکس نگاه کرد؟ خودش هست. بالاخره پیدا کرده الحمدلله بعد از تلفات. بیا بنا مراد بیا خودو. عمدم قربان، اینم آقا مراد. سلام، خیلی معذرت میخوام، من عوض شما رو لیستیدم. عوض شما رو بوسیدم بدون. بالا قربان، بالا چه بخشی چند روز حالا بذار تو چپ ماشین چپ. بله همش شش قربان، یکی یکی دست بچه نه. سلام میخوام، سلام عرض کنم. بونجور شش برای من فارسی حرف بزنم. خیلی مواظب بود در چمدون باز نشود. تهران خیلی خیلی بزرگ شد دایی جان. تو هم بزرگ شدید دایی جان. بیا تو جاله جان، بیا تو به خونه خودت، خیلی خوش اومدی. بیا تو عزیزم. اینا رو کجا بذارم جان؟ بذار چمدان جاله خانمو بذار تو اون اتاق. چش. اتاقش اونجاست. برو. چش. اینجا حاله، بذار بقیه خونه رو بهت نشون بدم. اون اتاق پذیراییه، برو تو ببین خوشت میاد یا نه. اوهی خیلی قشنگ هست. کنیمی شما کجا هست؟ یعنی زندهی من؟ یور زندهی دل، یعنی مرحوم شده. عکسش اونجاست، بیا نشون بدم. قربون زنم برم الهی، فداش بشم. اما پسرم هنوز زنده است. چه کو؟ حالا کجا هست؟ تو کارخونه است، داره به امورات کارخونه میرسه. حالا تلفن بزنم بیادش. الو سلام، من اعتمادم، پسرم اونجاست؟ تو حسابداری است؟ زود دست کن به حسابداری، من باش صحبت کنم. قربونت برم جاله جونم. الو مهندس منوچه؟ سلام پسر عزیزم، قربونت برم، زود بیا خونه. میدونی که از خارج اومده؟ دخترم فوری خوده برسه خونه. یلا رسیدم پدرچه. چی؟ سلام پدرچه، حالی تو چطوره؟